بسم الله الرحمن الرحیم با چینل مکنیت با ما سمیع الله عثمان خوش آمدید. در این ویدیو در مورد کامپلکس نمبر صحبت میکنیم یا اعداد مختلط. میدانیم که در ریاضی یکی بخش ریال نمبر داریم که اعداد حقیقی هستند، یکی بخش کامپلکس نمبر داریم که بخش اعداد مختلط هستند. اعداد مختلط دو قسمت دارند که یک قسمتشان بخش ریالشان است، یعنی بخش حقیقیشان است، و از یک قسمت دیگر به نام ایمیجینری پارت یا قسمت موهمی ساخته شدند. یعنی یک عدد کامپلکس از یک قسمت حقیقی و یک قسمت موهمی ساخته شده. اگر بخوایم در ریاضی نشان بدیم اعداد به شکل x جمع y i نشان میدیم که در کل یک عدد مختلط است. این عدد شما در پایتون میتونین به شکل x جمع y j نشان بدین، یعنی امو آیا که در ریاضی نشان میتیم در پایتون به شکل j نشان داده میشه و حالت قسمت مهمی شه به شکل j نشان میتیم. مثلا نشان میکنم یک عدد به نام a و قسمت حقیقیش 2 جمع 3 و قسمت مهمی شه به j نشان میتیم. 3 j ای بر شما یک عدد مختلط تشکیل میده و اگر دوباره نشان بتون میبینین به شکل 2 جمع 3 j است و اگر تایپش را ببینیم تایپش هم کامپلکس است یا عدد مختلط است. به این شکل شما میتونین اگر دیگه به نام b بسازین و ای را یک عدد مثل 3 جمع سی جی می سازم. شما میتونین اعداد مختلط در پایتون جمع تفریق کنین، مثلا اعداد A و B را با هم جمع میکنم، 5 جمع 6 جی میشه و همچنان میتونم تفریق کنم A منفی B به می شکل منفی 1 جمع 0 جی میشه. شما میبینین از ریاضی که قسمت حقیقی ازی با قسمت حقیقی عدد B جمع میشه و قسمت موهمی ازی با قسمت موهمی ازی جمع میشه، یعنی 2 جمع 3 5 میشد و 3 جمع 3 6 میشد. به می ترتیب تفریق هم 2 منفی 3 منفی 1 و 3 منفی 3 0 جی تشکیل میشه. این شکل شما میتونین یه عدد با هم گیشان ضرب کنین، یعنی میتونم عدد A را ضرب عدد B کنم. در ریاضیات شما ایره میدانین به خاطر ضرب کردن از قوانین الجبر مراعات میشه، 2 ضرب 3 6 میشه، 2 ضرب 3 آی 6 آی و به میشکل کل از اینا ضرب و جمع تفریق. در این قسمت متوجه باشین که آی مربع منفی 1 تعریف شده و 3 آی ضرب 3 آی در اصل 9 آی مربع میشه و آی مربع منفی 1 است. منفی 1 یه علامه تغییر میده و منفی 9 میشه و بالاخره جواب از این منفی 3 جمع 5 آی میشه. به می ترتیب در پایتون هم وقتی که شما یار ضرب میکنین منفی 3 جمع 15 جی جواب بر شما ارائه میشه. این شکل در تقسیم از اینا شما از ریاضی میدانین که به خاطر تقسیم کردن قواعد موجود است که مثلا صورت مخرج ضرب مزدوج مخرج میکنین، ضرب هم حالت عادی است و مخرج هم حالت عادی ضرب میشه و بالاخره 15 جمع 3 های بر 18 است، 15 تقسیم 18 میشه، 3 هم تقسیم 18 میشه و ببینیم که جواب ازی در کل چند خواد شد. جواب ازی به این شکل اگر عدد خواد شوه وقتی که تقسیم شوه و شما میتونین که هر عدد در مختلط در پایتون به میش ترتیب تقسیم کنین. دقت داشته باشین که در اعداد مختلط مودولو یا مود و همچنان دو تقسیم که تقسیم میکرد که بالاخره قسمت اشاری اگنور میکرد در اعداد مختلطی دو اپراتور کار نمیکنن، شما از دو اپراتور استفاده نکنین. چیز دیگه که در اعداد مختلط باید بگویم است که فرضاً ما یک عدد مختلطی به نام 2 جمع 3 جی داریم، یک عدد مختلط به این شکل ساختیم 2 جمع 3 جی. ما میتونیم قسمت ریال پورت و ایمیجینری پورت از ایره پیدا کنیم. چه رقم؟ نام عدد رو نشان میکنیم زید دات ریال بر ما قسمت عقیش هم یکشه که 2 است و زید که نام عدد ماست دات ایمیجینری یا ایمیج بر ما قسمت اشوریش هم یکشه که 3 است. پس ما با این دات ریال و دات ایمیج میتونیم که قسمت های عقیقی و غیر عقیقی و مختلط از اوره یا مهمی از اوره پیدا کنیم. چیز بعدی زید دات کانجوگیت است که ای بر ما چی رو میکشه؟ مزدوج امی عدد میکشه، یعنی که مزدوج عدد 2 جمع 3 جی امو 2 منفی 3 جی است که شما از بخشی روزی میدارین که مزدوج چه خصوصیات و چی خاصیت هایی را داره. خب بیاین با ریال پورت و میجری پورت یک کاری انجام بدیم. شما از ریاضیات میدانید که مطلقه یک عدد مختلط مساوی می شود جذر x مربع جمع y مربع، یعنی اگر عدد مختلط ما x جمع y i باشه شما مطلقه از او را به شکل x مربع جمع y مربع دریافت می کنید. بیاین این مثال یعنی زید پیدا کنیم که مطلقه چند می شود.
خیلی ساده نشته می کنم که زید داد ریال که بر ما قسمت ریال پورت از ایره می کشه، ایره مراوه می کنیم، بعد از او ایره جمع قسمت امیجنری پورت می کنیم، یعنی زید داد امیجنری یا امیج و ایره مراوه می کنیم. بعد از او تمام واصل از ایره دوباره جزرش می گریم. جزر در حقیقت 0.5 قسمی که روز قبل گفتم در ویدیوی قبلی، وقتی شما ایره برمای 0.5 یا که بردون برند ببرین جزر از ایره پیدا می کنن. خب حالا قیمت مطلق عدد زید ما ایتو یک عدد است. شما این کار با یک فنکشن بسیار ساده هم میتونین که در پایتون انجام بدین. فقط نشان میکنین که ABS. ABS متوجه باشین که در اعداد مختلط و اعداد حقیقی عین کار انجام میده و مطلقی یک عدد پیدا میکنه. مثلا مطلقی 5 مثبت 5 است یا مطلقی منفی 7 مثبت 7 است. به این شکل مطلقی عدد زید چند میشه؟ 3.60 عددی است که ما قبلا اینجا هم پیدا کردیم. به این شکل شما میتونید مطلقی یک عدد مختلط هم پیدا کنید. تشکر از اینکه با ما بودین، با ما باشین و پایتون یاد بگیرید.